در این فیلم به بررسی بند 2 از هدف 16 سند 2030 یونسکو که در خصوص پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان می باشد می پردازیم. بر اساس ماده 1 کنوانسیون حقوق کودک، تمامی افراد زیر 18 سال کودک محسوب می شوند و یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین قشر در هر جامعه و کشور کودکان هستند. کودک سالم و توانمند آینده خود را به دست می گیرد و در پی آن می تواند در آینده کشور خود نقش مؤثری داشته باشد. کودکانی که با آگاهی از حق کودکی در جامعه و خانواده خود پرورش می‌یابند، نسبت به حفظ کرامت انسانی خود و مقابله با هر گونه سوء استفاده روحی و جسمی آشنایی دارند و تا حدودی در برابر مسائل مختلف برخورد مناسبتری از خود نشان می‌دهند. شرکت در جنگ و مناقشات مسلحانه، ازدواج و یا کار اجباری، عدم بهره‌مندی از آموزش و پرورش، خشونت خانگی، تجاوز و خودکشی تنها نمونه‌هایی از سوء استفاده و استثمار است که یک کودک ممکن است در معرض آن قرار گیرد. جامعه جهانی به خوبی از اهمیت کودکان برای آینده این کره خاکی آگاهی دارد و به همین علت سیستم آموزش و پرورش کشورهای پیشرفته جزء ارکان اصلی یک کشور محسوب می شود و سازمان ملل متحد در کنوانسیون های متفاوتی همچون کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون شماره 138 درباره حداقل سن کار، کنوانسیون شماره 105 درباره ممنوعیت کار اجباری، کنوانسیون مربوط به حداقل سن ازدواج، پروتکل اختیاری کنوانسیون کودک در خصوص شرکت کودکان در جنگ، اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 1، 2، 25 و 26 و سند 2030 یونسکو هدف 16 و موارد دیگر به صراحت از کشورها درخواست نموده که حق کودکان را به رسمیت بشناسند و از آن دفاع کنند. اما وضعیت رعایت حقوق کودکان در جامعه ایران چگونه است؟ چقدر حقوق ذاتی و شهروندی کودکانمان را می‌شناسیم و آن را رعایت می‌کنیم؟ در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از کرامت و ارزش والای انسانی صحبت شده و در اصل چهارم این اساسنامه کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیره بر اساس موازین اسلامی استوار شده است. یعنی آنکه حق کودک بر اساس موازین اسلامی تعیین می شود، نه اصول و روش تربیتی بر اساس کنوانسیون‌های بین المللی که در کشورهای روبه رشد و پیشرفته به کار گرفته می شود. و این مسئله و نحوه برخورد با کودک بر اساس دین و مذهب و به دور از پایه و اساس علم و کنوانسیون‌های بین المللی به میزان بسیار زیادی بر معضلات کودکان می افزاید و مقابله کردن با آنان را دشوار می کند. اما به نظر شما مقصر رعایت نشدن حقوق کودکان در یک جامعه کیست؟ علت بروز انواع بیماری و معضلات اجتماعی از قبیل تبعیض جنسیتی بین کودک دختر و پسر، کار و ازدواج کودکان، عدم تحصیل، خودکشی، ختنه و یا تجاوز به آنان و غیره که متاسفانه رواج بسیار زیادی در سطح جهان و کشور عزیزمان ایران دارد را در چه می دانید؟ خانواده ها، دولت ها، عدم آموزش صحیح به شهروندان، عدم آگاهی مردم
از حقوق ذاتی و شهروندی خود و کودکان و یا شاید همه موارد نام برده شده و ده ها دلیل دیگر. باید بدانیم که فارغ از قوانین درون و برون کشوری، خانواده ها در تربیت صحیح کودکان نقش پررنگی را ایفا می کنند. اگر خانواده ها با حقوق ذاتی و شهروندی خود و کودکان آشنا باشند، می توانند برای رعایت آن و حتی اصلاح قوانین کشوری که همسو با مصلحت کودکان نیست تلاش کنند. بدرفتاری با کودک در کوتاه مدت و بلند مدت می تواند عواقب ناخوشایندی را برای آنان به همراه داشته باشد و بروز آن در کودکان مختلف متفاوت است، به طوری که در بعضی از آنها هیچ گونه علائم بالینی دیده نمی شود و عده دیگر با علائم اختلالات روانشناختی مانند افسردگی، اضطراب، مصرف مواد مخدر، پرخاشگری، انزوا و گوشه‌گیری مواجه هستند. یادمان باشد که اگر ما به عنوان یک فرد بزرگسال سهم سلامتی، شادی و آموزش و پرورش را از کودکان بگیریم، با فقدان سلامت اجتماعی و ناهنجاری یک جامعه روبرو می شویم. کودکان آینده سازان جامعه ما هستند. پس برای رعایت حقوق کودکانمان تلاش کنیم. برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. روی علامت زنگوله کلیک کرده و گزینه آل را انتخاب فرمایید. لایک و یا دیسلایک نموده و نظرات سازنده خود را با ما به اشتراک بگذارید.